جالبه که در نبی میفرماید که کلال ایسای بنه ایسای رفتن پیش شمول هنوی و از اعتراض کردم به شمول هنوی، شمول تمام دولت های دنیا اینا پادشاه دارن، پرچم دارن، چرا ما نداریم؟ و شمول هنوی تفیلا خون به درگاه اقادش بارخو و علا رقم این که وقتش باشه شاول ملخ شد. قرار بود اگه یه مقدار مردم دندون روی جیگر میذاشتن، قرار بود که اولین ملخ داوید هم ملخ باشه. شاول ملخ ایسرائیل شد. و سوالی که اینجا پیش میاد اینه که خب چه ایرادی داره تمام قوم ها پادشاه دارن، ما هم داشته باشیم، پرچم دارن، ما هم داشته باشیم. در آله نون شب اخ می فرماییم شلو آسانو که گویا آرسود. از هاشم تشکر میکنیم که ما رو مثل بقیه قوم های دنیا نیافریده. تمام دنیا، اون قوم های دنیا، بقیه ملت ها، اونا احتیاج به پادشاه دارن که روشون حکم میکنه، ولی ما پادشاهمون کیه؟ اقادش برخو اینانو الا آتا. تنها شخصی که تنها هستی که ما میتونیم بهش 100% ایمان داشته باشیم که تمام اتفاقاتی که برای ما میفته، تمام تصمیمایی که میگیره برای خوبی ماه، اقادش برای خوبه. همونطور که در تفیلای لخش میفرماییم گومل خسادیم توبیم، که اقادش برای خوب خسادیم این برای ما انجام میده که 100% خوبه. بنابراین بعد از این جواب انتخاباتی که اومده، خب باروخ هاشم به نظر میرسه که خوبه، ولی نبردش یک یهودی دل ببنده به دولت و دولتمندا، بلکه یک یهودی فقط باید تفیلاش به اقادش باروخ باشه. ما به کی رای میدیم؟ فقط به هاشم. و کسای دیگه نماینده های هاشم میتونن باشن اگه زخور داشته باشن، و اونها بعد مسئولیت خودشون انجام بدن. و مسئولیت یک اسرائیل چیه؟ مسئولیت خودش انجام بده و ایمان و بیتاخونش و تفیلای ما فقط به اقادش برخوه. به عزتشم به سرور توبود باشه و حکمهای و قوانین خوب به عزتشم به انجام برسه به خوبی کلال اسرائیل و امت عالم. ریبی خنندی همین نوشه همه راسه اقادش برخوه لذب.